سلام میکنم به شما دوستای عزیزم، وقتتون کلی به خیر باشه. برگشتیم با یه ویدیوی انگیزشی و خفن کنکور 1403. بچه ها قبولی 1403 به یه سری دلایلی که خیلی جالبه و میخوام براتون بگمش راحت تره. یک، به خاطر تاثیر معدلی که به وجود اومده، شاید باورتون نشه تعداد کنکوری ها کم شده. یه عده خیلی زیادی از کسایی که میخواستن کنکور بدن به خاطر اینکه یک، کم از فرصت ترمیمشون استفاده کرده بودند، و دو، هنوز فرصت مجدد ترمیم به صورت رسمی اعلام نشده و عملا کسایی که میخواستن رشته تاپ بیارن به طرز عجیبی نیومدن مثلا یه رشته پایین تر رو قبول بشن، قید کنکور رو زدن. و این متاسفانه توی حتی اطرافیان خود ما و اطرافیان شاگردای ما هم دیده میشه و به هم میگن که میگن اینطوری شده، این اتفاق پیش اومده و من فلان کس رو میشناسم که کلا کنکور نمیده، تعدادشون اومده پایین تر. توی کنکور اردیبهشت تعداد افراد آماده بچه کمتره و رقابت یه جورایی برای افراد دیگه بهتر میشه. یعنی میتونیم امیدوار باشیم که تراز کنکور اردیبهشت ما نسبت به تیر ما کلا در وضعیت بهتری قرار داشته باشه. بچه ها تأثیر معدل از اونجایی که 50% هستش برای رشته های دیگه نه برای زبان، به راحتی هرچه تمومتر شما میتونی مثلا ترمیم بکنی نمره 19-20 بگیری و ترازتو بکشونی بالا، در حالی که بقیه نتونستن بکشونن. که البته این یه حالت تضادی هم داره. چرا؟ چون اگه کنکور رو خوب بزنی و درصدت خوب باشه پوشش میده این کار رو، که هرچند این پوشش دادن بیشتر برای کنکور زبانه، چون طرف میبینه یکی از نمراتش خوبه از 4 تا کتابی که باید ترمیم بکنه، میره کنکور میده و درصدش دو برابر بقیه میشه که حتی تراز کامل گرفتن. یه جورایی عملا با بالا زدن توی کنکور زبان کل تأثیر معدل رو پوشش میده، یعنی اصلا نگرانی بچه های زبان در رابطه با این مورد ندارن. فرهنگیان جداگونه برای خودش کنکور داره و تمرکزش روی اردیبهشت ما هستش، پس تا میتونید بخونید، چون خیلی از بچه ها کنکور اردیبهشت رو نمیدن، شما بخونید که یه شانس دوباره داشته باشید. ظرفیت رشته های تاپ، ظرفیت رشته های زبان، ظرفیت فرهنگیان به شدت زیاد شده، ترازها اومده پایین تر و چه فرصتی بهتر از این که شما بتونید از این استفاده بکنید. فقط کافیه یه ذره بخونید، یه ذره، اصلا نیازی نیستش که به خودتون سخت بگیرید. اوکی، امکان ترمیم معدل مجدد برای کسایی که واقعا مشکل داشتن، نه اون کسایی که نخوندن. یعنی میخوام بگم اون کسایی که مشکل داشتن نتونستن اونطور که باید و شاید امتحان رو خوب بدن، ممکنه یکی دلش درد گرفته سر امتحان، ممکنه یکی اصلا آشنایی نداشته، شوکه شده، اصلا تو شوک رفته و هزاران دلیل دیگه، نه دلیل نخوندن. اگر کسی امتحان خودش رو که نخوند، ترمیم هم که شرکت کرد بازم نخوند، خب دیگه چه کاری، اصلا ترمیم رو شرکت نکن. ولی کسایی که مشکل براشون به وجود اومده بود، حتی به خاطر مشکلای ذهنی، و یعنی منظورم اینه که انرژی های منفی که روی طرف بود و سختی زیاد باعث شد از کیفیت مطالعش کم بشه، اینطور افراد احتمالا فرصت مجدد رو خواهند داشت. یعنی میخوام اینو بگم، همه افراد فرصت مجدد رو احتمال زیاد خواهند گرفت، یعنی منتظریم که به صورت رسمی اعلام بشه. ولی کسایی که میتونن نمره بالا دریافت بکنن کسایی هستن که میخونن دیگه، این بار هیچ عذر و بهانه‌ای برای آموزش پرورش قابل پذیرش نیستش، پس تا میتونید بخونید. و مورد بعدی هیچی دیگه، همینا بود. مراقب خودتون باشید.